سرخط مهمترین خبرها. دخالت واشنگتن در مسئله مرزی میان افغانستان و پاکستان. وزارت خارجه آمریکا در اظهارات جانبدارانه گفته از تمامیت ارضی پاکستان حمایت میکند. ما از تمامیت ارضی پاکستان و افغانستان در چارچوب مرزهای شناخته شده بین المللی دو کشور حمایت میکنیم. و رد گزارش‌ها در مورد تخریب اماکن تاریخی در افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید برعکس، تلاش‌ها برای بازسازی آبدات تاریخی شدت گرفته. بیشترین آبدات تاریخی ما که در نقاط هم بودن ترمیم شدن، مرمت شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت میکنم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. وزارت خارجه آمریکا به اظهارات معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان درباره خط دیورند واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است واشنگتن از تمامیت ارضی پاکستان و افغانستان در چارچوب مرزهای شناخته شده بین المللی میان دو کشور حمایت میکند. جانبداری واشنگتن از اسلام آباد در مسئله خطوط مرزی میان افغانستان و پاکستان. چند قبل شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه اعلام کرد که دیورند تنها یک خط فرضی است و افغانستان هیچگاه دیورند را به عنوان مرز رسمی به رسمیت نشناخته و نمی‌شناسد. در اینجا اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با جانبداری از پاکستان گفت از تمامیت ارضی دو کشور در چارچوب مرزهای شناخته شده بین المللی حمایت می کنند. ما از تمامیت ارضی پاکستان و افغانستان در چارچوب مرزهای شناخته شده بین المللی دو کشور حمایت می کنیم. از آگاهان پرسیدیم که جانبداری واشنگتن در اسلام آباد در مسئله تمامیت ارضی میان افغانستان و پاکستان به چی معناست؟ با باور آنان آمریکا و انگلیس در طول تاریخ از پاکستان در برابر افغانستان حمایت کرده و به دنبال ناامن سازی منطقه هستند. آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها در طول تاریخ از پاکستانی‌ها پشتیبانی کردند، ولی مردم افغانستان خود تصمیم می‌گیرند که سرحداتشان در کجا باشه، میان کدام کشور چگونه سرحد داشته باشند. این نه وظیفه آمریکایی هاست، نه وظیفه انگلیسی هاست، فقط دین مردم افغانستان است که در مورد خط دیورند تصمیم بگیرند. آمریکایی ها هیچ وعده آسیا را، خصوصا قلب آسیا را که افغانستان است، فراموش نمی کنند. با این حال با باور آگاهان موضوع خط فرضی دیورند از طریق گفتگو و همپرسی از مردمان دو طرف مرز قابل حل است. برندگان دور نهایی 29مین جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی در کابل تقدیر شد. برگزار کنندگان هدف از راه اندازی این جشنواره را انس بیشتر با قرآن عنوان کردند. از سوی هم سخنرانان در این نشست بر ترویج علوم و معارف قرآنی تاکید کرده گفتند باید فرهنگ تدبر و تعقل به قرآن در جامعه ترویج شود. مراسم پایانی 29مین جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جشنواره ای که هدف آن انس بیشتر با قرآن کریم عنوان شده، بیش از 5000 نفر از 146 مرکز قرآنی از ولایات مختلف در این جشنواره شرکت کردند که از این میان 287 نفر به دور نهایی راه یافتند. شرکت کنندگان در دو بخش شفاهی و تحریری علوم قرآنی از مذاهب مختلف اسلامی در این جشنواره با هم رقابت کردند. مجموع افرادی که در مرحله شفاهی با همدیگر به رقابت پرداختند و مقام کسب کردند، مقام اول و دوم و سوم، در بخش شفاهی 39 نفر و در بخش کتبی 20 نفر. سیوم ویژگی این مسابقه دوستای عزیزی بود که مثل دکتر صاحب بیشتر گفتن قرای ماز اهل تشیع و اهل تصنن همه شرکت داشت. این خودش یک درس وحدت، اتحاد و اتفاق است. همه ما قرآن میخوانیم تحت شعار امی که و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
در این نشست بر فراگیری علوم قرآنی در کشور نیز تاکید شد. سخنرانان در اینجا گفتند مسلمانان نباید تنها به خواندن قرآن کریم اکتفا کنند، بلکه باید فرهنگ تدبر و تعقل به قرآن کریم در جامعه ترویج شود. من عرضم اینم، مخصوصا شما نخبگان قرآنی، ما باید فرهنگ تدبر در قرآن را ترویج کنیم، فرهنگ تعقل در قرآن را ترویج کنیم، فرهنگ مطالعه تفسیر قرآن را ترویج کنیم. مسلمان علامه بلخی مثل ما که قرآن نمیخوان، او با تدبر میخوان و فرمود هر باری که قرآن را باز کردم، آیاتش را مرور کردم، یک مطلب جدیدی برای من خدای عز و جل به سبب این عنایت به قرآن داد. تعلیم قرآن تنها روحانی و روانخانی و قرائت و حفظ نیست، شامل معانی و مفاهیم آیات هم میشود، معنای قرآن هم میشود، آموزه ها و دستوراتی که قرآن کریم دارد شامل اونا هم میشود. اونها را هم فرا بگیرید، دنبالش بروید و بعد یاد گرفتید به دیگران که یاد ندارند و بلد نیستند به اونها تعلیم بدید. از سوی هم شرکت کنندگان این جشنواره می گویند برگزاری چنین برنامه ها می تواند در ترویج آموزه ها و معارف قرآنی در میان جوانان در جامعه کمک کند. یقینا در کشور ما برای جوانان، برای قرآن آموزان این محافل و این مجالس مهم هست و ارزشمند هست و در حقیقت این برنامه باعث میشه که شور و اشتیاق بیشتر میان قرآن آموزان و جامعه قرآنی در کشور ما بیشتر پر رونق‌تر شود. جشنواره قرآنی و حدیثی المصطفی هم از ساله سوی دانشگاه بین المللی المصطفی در کابل برگزار می شود. جشنواره‌ای که نسبت به سالهای گذشته پررنگ بوده و 13 ولایت در آن شرکت کردند و برندگان این دور هم تقدیر شدند. 24مین نمایشگاه رسانه ها در تهران به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه بیش از 600 مؤسسه رسانه‌ای، فعالین فضای مجازی و هوش مصنوعی حضور داشتند. از نکات برجسته نمایشگاه حضور بیش از 15 رسانه جهان اسلام در حوزه دفاع از مردم فلسطین و غزه بود. ارشاد احراری همکارم از تهران گزارش می‌دهد. حضور رسانه‌های حامی غزه و محور مقاومت در 24مین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌ها در ایران. بیش از 600 مجموعه رسانه‌ای و مطبوعاتی با شعار نجستم همیشه به جز راستی 24مین نمایشگاه رسانه‌ها در تهران را برگزار کردند. در این نمایشگاه بیش از 80 نشست تخصصی با حضور اساتید و پیشکسوتان رسانه‌ای در حوزه‌های روزنامه‌نگاری، ارتباطات، رسانه‌های تصویری و هوش مصنوعی برگزار گردید. امسال اما با توجه به اهمیت خبری حماسه مقاومت مردم فلسطین و غزه، بخش بزرگی از نمایشگاه به رسانه‌های حامی فلسطین و محور مقاومت اختصاص داشت. با هماهنگی که با اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی صورت گرفت، تعدادی از شبکه‌های محور مقاومت از کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، لبنان، یمن و فلسطین در این نمایشگاه حاضر شدند و کارهایی که در حوزه فلسطین و مقاومت و دفاع از غزه تولید کرده بودن رو به معرض دید عموم گذاشتند. 15 رسانه فعال از کشورهای اسلامی از جمله تلویزیون تمدن از افغانستان در غرفه غزه با عنوان بشارت صبح در نمایشگاه حضور داشتند که با برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه مقاومت و آگاهی بخشی از جنگ رسانه‌ای به تشریح آخرین موضوعات مربوط به غزه و فلسطین پرداختند. این حرکتی که رسانه‌های اسلامی آغاز کردند و به تبع اون رسانه‌های مستقل و انسان رسانه‌ها وارد صحنه شدن، باعث شد که افکار عمومی در همه دنیا در کشورهای مختلف تهیج و ترغیب بشه و بیاد تو خیابون‌ها و بیاد شعار بده و حمایت کنه و پشتیبانی کنه، به دولت‌هاشون فشار بیاره که اونها هم در مورد موضوع فلسطین یک بازنگری داشته باشن. استقبال عمومی و بازدید شخصیت‌ها از غرفه غزه بسیار چشمگیر بود. برای اولین بار رسانه‌های مقاومت توانستن در شکل‌دهی و تنویر افکار همه ملت‌های جهان به گونه اقدام کنن که تمام تلاش رسانه‌های کذاب و فاسق و منافق صهیونیستی و حامی صهیون در دنیا
شکست خورد. الحمدلله رسانه ها خوب تونستن طی نیم قرن اخیر مسئله وحدت در جهان اسلام رو دنبال کنن و نقشه های استکبار جهانی رو برملا کنن و این برملا شدن نقشه ها مؤثر بوده در اینکه علم و آگاهی مردم جهان رو افزایش داد. این نمایشگاه شام گذشته به کار خود پایان داد. ارشاد احراری، تلویزیون تمدن، تهران. و اینک بیننده چند خبر کوتاه باشید. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با ولادیمیر پوتین از او خواسته است که در پروژه خط آهن افغانشانس مشارکت کند. طرح ساخت خط آهن افغانشانس میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای ایجاد شاهراه اقتصادی که آسیای میانه را با بندرگاه‌های آبی پاکستان وصل کند در سال 2018 ارائه شد. هزینه ساخت این راه آهن بیش از 4.5 میلیارد دلار برآورد شده. سازمان جهانی صحت با نشر گزارش گفته برای ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان در سالهای 2024 و 2025 به 352 میلیون دلار بودجه اضافی نیاز دارد. در گزارش این نهاد آمده که در مجموع برای رسیدگی به نیازهای صحی در افغانستان در این دو سال به 423 میلیون دلار نیاز است. سازمان جهانی صحت همچنین گفته افغانستان با یک بحران انسانی پایدار که چالش‌های متعدد به همراه دارد دست و پنجه نرم می‌کند. بانک مرکزی اعلام کرد که 493 میلیون و 70 هزار افغانی بانکنوت مندرج در ولایت هرات حریق شده است. بانک مرکزی در خبرنامه گفته که این مقدار بانکنوت مندرج از حوزه غرب کشور جمع‌آوری شده بود. طی ماه‌های اخیر این چندمین بار است که بانک مرکزی از حریق پول‌های مندرج در کشور خبر می‌دهد. پژوهشگران مرکز حفاظت از میراث فرهنگی دانشگاه شیکاگوی آمریکا در گزارش از تخریب ده‌ها مکان تاریخی و باستانی در افغانستان خبر داده است. گفته شده تخریب این اماکن در حکومت قبلی آغاز شده و اکنون نیز ادامه دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ ما با رد این گزارش گفته برعکس ترمیم آبدات تاریخی جریان دارد و تلاش‌ها برای جلوگیری از تخریب آبدات تاریخی همچنان با قوت خود پابرجاست. افغانستان کشوری با داشتن هزاران مکان تاریخی که در حال حاضر بیش از 3000 مکان تاریخی آن در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده است. به تازگی پژوهشگران دانشگاه شیکاگوی آمریکا در گزارشی گفته 29000 محوطه باستانی با کمک تصاویر ماهواره‌ای در افغانستان شناسایی شده است. در این گزارش گفته شده تخریب ده‌ها مکان تاریخی با هدف غارت سیستماتیک آثار باستانی در حکومت پیشین آغاز و اکنون نیز ادامه دارد. اینجا اما مسئولان ریاست حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ با رد این گزارش گفته از میراث فرهنگی کشور حفاظت می کنند. آمدن امارات اسلامی تا فعلا ما کدام گزارش موثق نداریم، کدام گزارش مستند نداریم که در کدام آثار تخریب شده باشه. بیشترین آبدات تاریخی ما که در نقاط هم بودن ترمیم شدن، مرمت شدن و کوشش به این بوده که تا جایی که ایجاب میکنه با ما، یعنی توانمندی و وقت با ما یاری میکنه، ما بیشترین آبدات ترمیم کردیم. از طرفی هم معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ روز چهارشنبه تا یک برنامه در کابل تاکید کرد که آثار فرهنگی و باستانی کشور نباید با مسائل سیاسی تداخل داده شود و نهادهای داخلی و خارجی باید در حفظ آبدات تاریخی با افغانستان همکار باشند. زیادتر دغسی موسسات او زیادتر دغسی بنسوتون دی چې دی خو مکلفیت ده اوس د افغانستان په تاریخي آبداتو، د افغانستان په تاریخي میراثونو په حفظ کې باستان شناسان هم با اشاره به اهمیت و ارزش اماکن تاریخی جهت احیای هویت و شناخت تمدن اصیل یک جامعه بر حفظ و پاسداری از آنان تاکید دارند. اثرات تاریخی و باستانی از ابعاد مختلف دارای اهمیت است، اما مهمترینش بود اقتصادی و فرهنگی است.
بود اقتصادیش میتونه باعث جذب گردشگر و رشد صنعت گردشگری شود و بود فرهنگیش هم نماینگر فرهنگ و تاریخ مردم است. با این حال بر اساس یافته های محققان 162 شهرک باستانی در افغانستان بین سالهای 2018 تا 2021 با سرعت ویران شده. اماکنی که دیده شود حکومت فعلی چقدر در بازسازی و ترمیم آن موفق خواهد بود. از روز جهانی از زبان مادری با حضور نمایندگان اقوام مختلف کشور و در ولایت بغلان تجلیل شد. مسئولان محلی در این مراسم گفتند حکومت تلاش دارد برای هر فرد جامعه زمینه آموزش را با زبان مادری فراهم سازد. دیگر شرکت کنندگان نیز از حکومت خواستند که برای غنامندی و احیای زبانها در این ولایت توجه جدی نمایند. گرامی داشت روز جهانی زبان مادری با حضور نمایندگان اقوام مختلف اینجا در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان گفت حکومت در تلاش است تا برای هر فرد جامعه زمینه آموزش را با زبان مادری فراهم سازد. اسلامی امارت کوشش دار روان کرده سی دیدی دی پارا دا سی دی حلا را پدی که پیدا کی سی هر چا تا پخپل مورانی جبا باندی پخپل ساحه کی دی تعلیم زمین ورطا مهیا کی او دا به انشاءالله رحمان دی لامل وگرزیگی سی هیت سوک با دی خپل دی مورانی جبی دی تعلیم نبی انشاءالله رحمان دی سوک با ورسخ محروم نیست پشایی کتابون با پشایی شاگران توجیه کی گی لکه او باز سیمو کسی آغا پرتی سیمی دی یعنی لری سیمی دی پا خصاباتو که پا اطرافونو که او خاص کار نغرانی سیمی دی لال تا که کار نیداروان سرای خوی امارت اسلامی پیلان ورت لری مشخصا مکتبون بورت جولی گی مشخصا آقایت با تعلیمی یا مزوشگاوی جولی گی. در حال حاضر بسیاری از گویش ها در کشور به حاشیه کشیده شده. شرکت کنندگان در این نشست از حکومت خواستند برای غنامندی زبان های موجود در کشور توجه ویژه داشته باشند. در بخش نصاب تعلیمی توجه بکنند این ظرفیت سازی شوه، اخبار و جراید و مجله چاپ شوه. از امارات اسلامی می خواهیم که در این باره توجه زیاد بکنند که همین فرهنگ رخ به نابودی است. ای پس روشنتر و ظرفیت سازی شود. اوست ما انشاءالله دا امید داریم چه امارت من سر زمان جیب پسا بانده و مکتبا پسا بانده بیا ما با ده غروب خلکی پات خلکی پا ده پاتی چه پا خواه ما عرضو کچ من بازارو تا نشورد. از روز جهانی زبان مادری نه تنها در ولایت بغلان که در سایر ولایت کشور نیز به گونه باشکوه گرامی داشت گردید. گنج یا محل خرید و فروش مواشی به هدف دسترسی آسان قصابان به حیوانات و ارزان‌تر شدن گوشت در بازار به مجاورت کشتارگاه معیاری ولایت هرات انتقال یافت. همزمان مسئولان محلی هرات میگوید در دور کردن بازار فروش مواشی از مناطق مسکونی خطر انتقال امراض را کمتر کرده و از ازدحام نیز جلوگیری میکند. گنج یا بازار خرید و فروش مواشی در هرات بعد از سالها و البته جنجالها بر سر تغییر مکان به نزدیکی کشتارگاه این ولایت منتقل شد. اداره محلی هرات میگوید بازار شلوغ دام فروشی در بین مناطق مزدحم خطر انتقال بیماری‌های ساری را افزایش می‌دهد، مخصوصا طی سالهای اخیر که بیماری‌های حیوانی جان تازه‌ای گرفته. اداره محلی هرات برای نظم بهتر و سهولت های بیشتر برای مالداران و دستفروشان مواشی گنج را در کنار مسلخ انتقال دادند و در آنجا برای مالداران و دستفروشان مواشی سهولت های بیشتر ایجاد شده. قسمی که همه دوستان مطلع هستند و خبر دارند این خواست همه همشهریان عزیز شهر هرات بود که باید از منطقه و محیط امی آلودگی ها مرض و کثافات مواشی جمع شوه و قسمی که شما میفهمین هر جایی که کشتارگاه باشه باید همدوارش گنج باشه. حالا بازار فروش مواشی در هرات چند کیلومتر دورتر از شهر و در منطقه نسبتاً وسیع قرار گرفته است. اداره زراعت هرات نیز گفته تمامی دام ها قبل از زهر مورد معاینه صحی قرار می گیرند. رئیس اتحادیه قصابان هرات نیز تأکید میکند که گوشت کاملا سالم در دسترس مردم قرار خواهند گرفت. در صاحبان معذر که در پشتارگاه هستم و من به نمایندگی از اتحادیه قصابان ولایت هرات
این وعده و اطمینان به تمام همشهریان عزیز خوب میدم. گوشتی که از طریق کشتارگاه به دسترس مردم قرار میگیره، یعنی همه گوشتی که لیبل کشتارگاه یا تافه ساعت داشته باشه، مردم میتونم از این گوشت ها استفاده کنم. ما به این خوشحال هست که اینجا گنج آمده، به خاطر این ما نمی کنیم پوکو گنج ما چیزی نمیده، این چیز نمیده. ما خاطر این ما اینکه اینجا به خاطر یک مسلمان به لغمه اینون خود اینجا خود خود پیدا کنه. با این حال دور شدن دامفروشی احراد از سطح شهر برای برخی مالداران رضایت بخش نیست. میگویند دور شدن بازار برای اونهایی که توانایی مالی کمتری دارن باعث از بین رفتن کسب و کارشان میشود. همین مردمی که خوار و غریب هستا اونا گوسپند از رسیدگی به این گنج کرده نمیتونه. همین مردم به واسطه از این امیقی غداغ داره. همون کسی که وسایل داره موتر داره و رسیدگی کرده میتونه، مردم به خوار و غریب کرده نمیتونه. او بعضم همین مردم صرف همین صدای هیچ کس پرسیده نمیشه همین مردم رضایت داره نداره. در حال حاضر تمامی قصابه های هرات ملزم به ذبح حیوانات در مسلخ و یا کشتارگاه بزرگ هراتند. با انتقال بازار فروش مواشی به نزدیکی مسلخ، حالا تقریبا ذبح، فروش و انتقال گوش به سطح شهر از یک منطقه صورت می گیرد. عبدالله اخلاقی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات. توجه نمایید به پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 5-7، بامیان آفتابی -4-20، جلال آباد آفتابی 18-3، غزنی آفتابی 5-6، قندهار آفتابی 16-0. کندوز آفتابی 13-1، لشکرگاه آفتابی 17-2، مزار شریف آفتابی 13-3، نیلی آفتابی 5-5، هرات آفتابی 15-0. اسلام آباد آفتابی 20-7، تهران آفتابی 15-5، دبی آفتابی 25-19، دهلی نیمابری 24-11 و سرانجام مکه آفتابی 37-23. در اخیر نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. حالت واشنگتن در مسئله مرزی میان افغانستان و پاکستان. وزارت خارجه آمریکا در اظهارات جانبدارانه گفته از تمامیت ارضی پاکستان حمایت میکند. ما از تمامیت ارضی پاکستان و افغانستان در چارچوب مرزهای شناخته شده بین المللی دو کشور حمایت میکنیم. و رد گزارش ها در مورد تخریب اماکن تاریخی در افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید برعکس تلاش ها برای بازسازی آبدات تاریخی شدت گرفته. بیشترین آبدات تاریخی ما که در نقاط هم بودن ترمیم شدن، مرمت شدن. با پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. شما می توانید بسته های خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه شما. بقیه شب خوش. خدا نگهدار.